روز 83 استخدام و اخراج گفتگو گلنار الو یکتا سلام ببخش که دیر وقت تماس گرفتم امیدوارم خواب نبوده باشی گلنار نه من داشتم کارهایم را انجام می دادم هنوز به رخت خواب نرفتم یکتا شنیده‌ای بهروز دیروز اخراج شده است گلنار نه من نشنیدم تو مطمئن هستی؟ بله سارا امروز عصر به من گفت او خیلی از این قضیه ناراحت بود. خیلی بد است. بهروز آدم خوبی است. بله میدانم. چرا اخراج شده است؟ او چیزی نگفت. خب اگر دوباره با فریبا صحبت کردی به او بگو یک کار در شرکت ما است. اگر بهروز بخواهد میتواند این هفته مصاحبه داشته باشد خیلی ممنون من با او تماس میگیرم و به او میگویم لطیفه رئیس تیمارستان به یکی از مراقبها میگوید من در اینجا از همه راضی هستم فقط دیوانه ای هست که اصرار دارد من برج ایفل را از او بخرم مراقب میگوید خب حالا چرا نمیگویید که از او میخریدش رئیس تیمارستان میگوید چون پول ندارم اگر داشتم حتما میخریدم جمله های رایج کارفرمای او کیست؟ او هفته قبل ترفیع گرفته است حقوقشان بعد از کسر مالیات بیمه و غیره چقدر است؟ شعر خیام اگر زباده مستی خوش باش با ماه رخی اگر نشستی خوش باش چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش خیام کلمه روز گناهکار گناهکار معنی مثال من او را گناهکار می دانم چون به من دروغ گفت ضرب المثل شاه می بخشد ولی شیخ علی خان نمی بخشد این عبارت زمانی به کار می رود که مقام بالاتری دستور صادر می کند اما مقام پایین‌تر آن را اجرا نمی کند در این موارد می گویند شاه می بخشد ولی شیخ علی خان نمی بخشد تعارف شاه عبدالعظیمی این اصطلاح برای دعوت یا تعارفهایی به کار می رود که غیر عملی است مثلا فردی شخصی را دعوت کند که به خانهش برود اما در حقیقت راضی نیست که او به خانهش برود گفتگو منشی سلام
شما آقای توانا هستید؟ آقای توانا. بله، من توانا هستم. بفرمایید. من از شرکت پارس با شما تماس میگیرم. سلام، بفرمایید. ما از مصاحبه شما خیلی خرسند شدیم و میخواهیم یک موقعیت شغلی به شما پیشنهاد کنیم. عالی است. من خیلی خوشحال هستم که میتوانم به سازمان شما بپیوندم. ما مشتاق هستیم که هرچه زودتر شما را در شرکت ببینیم. اصطلاح روز: دهن به دهن شدن. دهن به دهن شدن معنی دعوا کردن، بحث کردن، مشاجره کردن. خواندن: روستای زیبای زیارت در نزدیکی شهر گرگان و در استان گلستان قرار دارد. این روستا توسط یک جاده جنگلی به یک جنگل زیبا به نام نهارخوران می پیوندد. از دیدنی های این روستا چشمه آب گرم، آبشار و بافت سنتی روستا است. چشمه آب گرم آن بدون طعم و بو بوده و برای بیماری های پوستی و درد مفاصل مفید است. آبشار زیبای زیارت نیز در میان جنگل‌های آن قرار دارد. کلمات جدید: آب گرم، بافت، بدن، مفید بودن، در میان، پیوند خوردن، در نزدیکی، هرچه زودتر، موقعیت، در حقیقت، تعارف، مقام، سنتی، طعم، پوستی، قحطی، مفاصل، مشتاق، سازمان، مشاجره کردن، مصاحبه، شغلی، غیر عملی، قانع، فریبنده، فرمان دادن، فانوس، غبار، عطر، عصا، عبادت، عادل،